نرخ سود بانکی برای چهارمین سال پی در پی 12% تعیین شد. نه، ما 20000 تومانی رو فعلا در دستور کار نداریم، 10000 تومانی رو داریم. این رو هم وقتی به جریان بگذاریم قطعا روی چکامون، چکای 50000 تومانی و 100000 تومانی مون برنامه ریزی خواهیم کرد که از این حالت بتونیم خارج. این اقدام را منتقدان کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم ارزیابی می کنند. وضعیت ارزی سال 88 ما با مدیریت منابع ارزی ما تونستیم موقعیت خودمون رو حفظ بکنیم، موقعیت خودمون رو ارتقا ببخشیم. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه خالی بودن حساب ذخیره ارزی ابراز نگرانی کرده بود. وضعیت شبکه بانکی من عرض کنم خدمت شما بسیار خوب بود. ما تونستیم نظارت و کنترل رو بر سیستم بانکی کاملا اعمال بکنیم. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از محمد علی خطیب اقتصاددان نوشته با توجه به اینکه کشور در سال آینده با مشکل نقدینگی روبروست، بانک ها نیز قادر به تامین منابع لازم نیستند. خبر آنلاین یک هفته مانده به عید نوشت بانک ها پول نقد ندارند. ما حتما به زیر 10% حرکت میکردیم و حرکت قایم کرد، اما فعلا این پیشبینی رو کردیم که با کاهش تورم نرخ سود سپرده هامون و نرخ سود تحصیلاتمون رو قدری کاهش بدیم. خبرگزاری فارس به نقل از یک کارشناس بانکی نوشته کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته غیر واقعی است. در همین حال امروز دوشنبه بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 28 اسفند ماه منتشر ساخت. با وجود کاهش اندک و ثابت ماندن برخی از کالاها، با استناد به بانک مرکزی قیمت گوشت قرمز و مرغ افزایش یافته است. مقام بانکی دولت دهم که در بهمن ماه سال گذشته از کاهش نرخ تورم خبر داده بود، انتقادات زیادی را نه تنها در میان رسانه‌های داخلی برانگیخت، بلکه از طرف برخی از نمایندگان مجلس نیز زیر سوال رفت. برای نخستین بار نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم گزارش شده از طرف بانک مرکزی تعیین شده است.